سلام و درود به تمام عشاقان ایران و مادران داغدیده ایران. آنچه در این برنامه خواهید دید: ببینید چه کسانی دارن بر من شما حکومت میکنن. اولش شورای یعقوب، خونه مادری من، خونه پدری من، دنیا اولا قبول نخواهد کرد. شاید کار بکشه به جای باریک، فکر جیب و کازینو بازی ها خودتونو از این رهبران فیک ساختن. شما هم وطن فروشین، بی خودی داد نزنین. من عاشق ایرانم، تو لوشون دادی و اعدام شدن. به یاد تو بودم، به یاد تو من. عجب روزگاریست، چرخ و فلک عجب داره میچرخه. گاهی زین به پشت و گاهی پشت به زین. من امروز ویدیوهای شاهزاده رو دیدم و وقتی که اشکاش سرازیر شد اصلا از خودم بی خود شدم. ببین چه وطن پرستیه که برای سرزمینش ایران و مردم ایران اشک میریزه و ناراحته. و این اپوزیسیون‌های مختلفی که به وجود آوردن، مخصوصاً حزب توده دیوز که یکی از اونها عباس اعتمادی است، رخنه کرده در خونه هنرمندان. به تمام هنرمندان هشدار میدم نذارین یه همچین کثافتی در خونه و زندگیتون بیاد، چون عاقبت خوشی نخواهید داشت در آینده. اینو بدونید، حزب توده به هیچ وجه جایی در میان ملت نخواهد داشت و هیچ وقت در سرزمین ایران دیگه به وجود نخواهد اومد. حزب توده یک خیانتکار بزرگ بیشتر نیست. اگر شما هم برین در داخلش، شما هم خیانتکارین، شما هم وطن فروشین، بی خودی داد نزنین. من عاشق ایرانم، عشق ایرانم. تو رفتیم تو خانواده هایی که چنین لجنهایی توش هستن، ببینیم خود داریوش به چه گزگوزی افتاده. هرچی داد میزنه کسی نمیفهمه چرا خیانتکار شده. حزب توده بزرگترین خیانتکار مملکت ماست. دلان رسی به وان خامنه‌اید فکر میکنن میتونن موفقیت داشته شد. متاسفم، خیلی متاسفم برای افرادی که در دنیای بیرون، در دنیای داخل هستن و چنین نالجای مزخرفی دارن و میخوان ایران رو تقسیم بندی کنن و حزب توده بستگی پیدا کنه به روسیه. اصلا دنیا اولا قبول نخواهد کرد، دوم ملت ما متوجه تمام برنامه هاست. توده‌ای‌های بی‌وطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. مردم برین به سخنان که در ویدیویی که در لندن ضبط شده تیکه تیکه گوش کنین، واقعیت رو ببینین. شاهزاده ما یه وطن پرست، عشقش احساسش در میاد و جلو دوربین نمیتونه جلو عشقش رو بگیره. اکنون در منطقه خودمون، حالا مسئله خود ایران به کنار، ولی بحران منطقه‌ای که فراموش نکنیم یکی از علل اصلیش موجودیت این نظام بوده و هست و ممکنه شرایط رو در جهتی ببره که شاید کار بکشه به جای باریک،
تنها راهی که و حرفیست که من به مقامات مختلف سیاسی در کشورهای مختلف زدم و میزنم این استش که اگر دیپلماسی به جایی نرسیده و راه اصلی یه راه برخورد نظامی نیست، تنها راهی که براتون باقی میمونه حمایت از مردم ایران هست، چون اونها هستن راه حل و اونها هستن که میتونن اون ارتش طبیعی در محل باشد برای انتقال از این نظام و فرای نظام به نظام بعدی. من شخصا غمگینم برای افراد نامرد که اصلا فکر من بکن نیستن و فکر وطن فروشی و فکر این که بیان کلاهبرداری کنن و بتونن زندگی کنن و جایی در جامعه داشته باشن ندارن. نگاه کنین آخوندها به دست و پا افتادن، ملت که چند سال داره داد میزنه شاهزاده ما برگرد. آخه از این بالاتر چی میخواین؟ آیا یه ملت در ایران داد زده حزب توده برگرد؟ آقای شهرام همایون یکی به تو گفته تو برگرد؟ تو حتی کسایی که پرچم شیر و خورشید بالای پلا گذاشتن تو لشون دادی و اعدام شدن. شماها بی ناموسترین انسان های روی زمین این و وطن فروشترین انسان ها هستین. قبلش که دست مردم رو بگیرین و مردم دفاع کنین، فکر جیب و کازینو بازی ها خودتون رو و تریاک های سناتوری بریم حال کنین. نه بفرمایین چرخ و فلک چرخیده، اعتمادی ها، شهرام همایون ها، وطن فروش ها، کموله ها، اونا که ایران رو خواهد تقسیم بندی کنن همه کور خوندن. کور خوندین، برین در خونه هاتون، در خونه هاتون هم گاگل بمالین و خفشین، چون دیگه جایی در میان ملت ندارین. خوب توجه کنید، این رژیم شارلاتان در میلگذاری استاده. اینها آمدن برای شما تا آنجایی که دلتون میخواست اوکی از این رهبران فیک ساختن. یک روز نوری زاد اومد برای شما داستان تعریف کرد، روز دیگه خزعلی اومد، پس فردا زیبا کلام رو بردن در تلویزیون های مخصوص به خودنمایی پرداختن. آقای محسن سازگارا اینجا نشسته با دلارهای آمریکایی برای شما رهبر اپوزیسیون شده. بقیه هم که اومدن توجه کنید اکثر پلاستیکیش هم داشتی بسرها و اینا، بله همش بوده. شما الان هرچه به اصطلاح اپوزیسیون در این خارج از کشور دارید یا قبلا در دفتر تحکیم وحدت دوره میدیدن، دستورالعمل‌های خانم حقیقت جو و تاجزاده و نمیدونم حجاریان رو گوش میکردن، حالا شدن اپوزیسیون چون بوی دلار میاد اوکی، همه هم اومدن دلاری شدن، بهتر از من و شما زندگی میکنن چون دلارای مفت گیرشون اومده. من فقط گفتم یه ایرونی هم و به عشق وطنم قدم بردارم و عشق سرزمینی که مادر من در اونجا به خاک سپرده شده، پدر من در اونجا به خاک سپرده شده. من برای همین فریاد میزنم اونجا خونه ماست، امید ماست. نگاه کنین هر استانداری هر داره داد و بیداد میزنه، آقا دارین چی کار میکنین؟ هر جوانی که داره فرار میکنه، اینا نالجای ما، دکترها فرار میکنن، همه اینا دارن فرار میکنن. آخه چه گناهی کردن که ملت بمونه بدون هموطن؟ همه نالجا، همه مغزا دارن فرار میکنن. دولت ما رو حقیر نگه داشتن، فقیر نگه داشتن که بتونن با 20,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، 500,000 تومان رأیشون رو بخرن، که این کارو دارن میکنن. به اینا بپردازید عزیزان من، ببینید چه کسانی دارن بر من شما حکومت میکنن. نخبگان ما همه دارن از استان ما فرار میکنن یا از کشور ما فرار میکنن. جوان تحصیل کرده ما، جوان فوق لیسانس و دکترای ما امروز بیکاره. یه استاندار تا
داره تو محلش داد میزنه، ولی کیه گوش کنه که عمل کنه؟ هر چیز دزدان و سرگردان هست که رسیدن به اون مرحله. ایران من، عزیز من، چطوری میتونم بازش کنم وقتی اسم ایرانی ها انگار قلبم میتنه؟ چنین نامردهایی، چنین کثافتهایی چه در داخل چه برون مرزی ها دارن کثافتکاری میکنن. دریابیم ملت ایران رو، همبستگی رو برای حرفای شاهزاده ما. بیاین همه تون رأی بگیریم، رأی بدیم چی میخوان چی نمیخوان، کی رو میخوان کی رو نمیخوان. با رأی مردم دنیا پشت اون رأی خواهد واستاد و اون رأی در ایران تثبیت خواهد شد و دیگه جنگ ستیزی و تروریست بازی و قاطاق بازی و این چیزا دیگه نیست. ولی مرگ بر تمامی هنرمندانی که با حزب توده در زندگیشون هست دارن کار میکنن. ولی من اولش شارعیم و برای خاندان پلوی میدم، چه اینجا باشه چه جای دیگه فرق نمی کنه. و کاری هم که دارم میکنم فقط به عنوان که بتونم در دنیا ثابت کنم و سرمایه جمع شه برای قدرت پیدا کردن حکومتی که در ایران میاد و ایرانمون متلاشی نشه از شاهزاده محکم قدم برداره. همجیگر من، یعنی من با تمام وجودمون و با تمام شخصیتی که داریم بتونیم به چنین هدفی برسیم که از هنر و موزیک سمبولایی بسازیم در دنیا بدرخشن و اسم ایران رو در رده بالا بیارن. این برای ما خیلی مهمه، متوجه کنیم. ما برنامه‌مون انجام میشه ولی تلنت‌هایی رو میخوام بگیریم که بتونیم از اینا استفاده کنیم و برای سربلندی ایران افتخار کسب کنند. این از مرام ام جی گل، این از ام جی گل. سایه به سایه در خونه هنرمنداست و گفتم ده بار دیگه میگم هر کی دوست داره با mgeagle.com تماس بگیره، ویدیو بفرسته یا در واتساپ. واتساپ فکر کنم همتون نمیتونین، ولی در ایمیل خیلی مهمه که بفرستین. چه شد در باغ سبز به ولا عشق، یعنی خودت بیا در چشات به سرم. نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دمیده به تن، ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم. اگه طرف دیگه میبینیم یه وطن پرست دیگه مثل خودشو دیره زنیم، دست و پا میزنیم کمک کنیم به مردم که بتونن گرین کارت بگیرن، بتونن ایمیس کنن، فلان کنن، پروشی این ورداره، اون ورداره سکرات امریکا رو بگیرند. بین در حدود 5 سال بعد از اینکه گرین کارت رو میگیرن وقت لازمه که بتونن برن و امریکایی بشن. شما در شرکتی که ما درست میکنیم هر کس 10% سهام داره، ولی این شرکت دست به پول شما نمیتونه بزنه. یا صدا میکنم اگر آشنایی در امریکا دارید و وکیلی دارید سوال کنید و حرفای من رو بپرسید که تصویب بکنن براتون حرفای بنده. انگیزه ها زیاده و تپرستان در سطح فکر خودشون میخوام کمک کنم، ولی کمک های قشنگی هست به عنوان عشق به وطن. من کاری به این حرف ندارم، ولی عشق من خونه مادری منه، خونه پدری منه. من همیشه عاشقشم به ایران. زنده باد بر دور سرزمین من، جونم فدای تو شاهزاده من. یه فدایی داری محمود پرنس یاسمین من، همینطور
محکم برین جلو، بهتون قول میدم 85 میلیون پشتبان شما، دهن همه خلافکارا، همه اپوزیسیونای قلابی اپل رفته. ای ایران من، زنده باد زن، زندگی آزادی.